یک بار با مادرم تماس گرفته بودم و نزدیک به 29 سالگیم بود و ناگهان فریاد زد مگر من یک دختر تنها نبودم و نمی فهمیدم چرا این جمله را گفت و معنیش چیست. تفاوت بین من و مادرم این است که او در سرگردانی است به معنایی که دلوز به معنای فروید در مورد کمپلکس ادیپ می دهد. این صفت سرگردان در مورد مادرم از دهان زنی در آمد که نزد آنها بودم از اقوام دور مادری در تابستان 2018. این زن 4 سال از من مسن‌تر است. نزد آنها پیرهنی ماکسی به تن داشتم و بلیزی آستیندار برای پوشاندن پیرهنی که بدون آستین است و حس خوبی نداشتم چون محدودیت های این جامعه است. که من در آن وارد می شدم. و زوج بدی بودن. از این نظر که جیب مرا زدن و آن خانم خشونت های زیادی به من نشان داد که در نمونه آخر داستان زندگیم نوشته شده. کادوی طلایی که مادر بزرگم به من هدیه کرد خبر نوشتن این متن بود. فرشته‌ای که شیپور به دست دارد در خوابم با این حس من که مادر بزرگم است به خوابم آمده بود. مادر بزرگم را خیلی دوست دارم. کادو را از مادر بزرگم گرفتم و بازوی دست چپش را بوسیدم با در بغل گرفتنش. با قصه همانطور که در فرانسه همین مطلب را به من گفته بود به زن این زوجی که نزد آنها مسافرت رفته بودم مادر بزرگم گفته بود ارثش را بهش نمی دهند. در فرانسه مادر بزرگم اشک در چشمهایش داشت هم هنگام بیان این مطلب به من با لهجه‌اش که به شمال ایران تعلق دارد. مگه تو گدایی موندی اینجا؟ می خواستم خرید نان را بپردازم و جلوی من را گرفت و گفت پولت را نگه دار. همانند یک درس برای من و پسرش پول نان را پرداخت کند. کاملا برعکس مادرم. همیشه هرچی داشتم را از من گرفته است یا برای خودش یا به من دستور می داد به دیگران هدیه بدهم. آنچه به من تعلق دارد. همینطور در مورد سکه از طلا با صورت حضرت علی به اندازه نیمی از یک قرانی. هم اسم پدرم و یک زنجیر بلند زری که متعلق به مادر ما بود با آویزش. گردی مانند توری از طلا که مروارید بر روی آن کار شده بود. هدیه‌ای از پدرم. دختر خاله بزرگم که دختر بچه ای بود آن را خواسته بود و مادرم امر کرد بهش بده و این کار را کردم. همینطور پیرهن زیبایی که برادر شوهر دوم مادرم که خیاط بود برای من دوخته بود. پارچه تابستانی زمینه سفید با خالهای مغز پسته‌ای و یقه‌ای بزرگ قابل پایین آوردن بود از روی شانه ها و امروز به فردا حتی یک بار به تن نکرده ناپدیدش کرد. همینطور زیر و روی لباس خواب جنس پلی‌استر و سفید برای خودم خریده بودم و هنوز در جعبه‌اش بود. در سفرم به ایران با خودم آورده بودم. مادرم به من گفت آن را هدیه بدم به دختر عمویم که تازه ازدواج کرده بود. قبل از رفتن به دیدن آنها در جلوی آینه میز توالتش در حال پروف کردن لباس خوابی است که قرار است هدیهش بدم به کسی دیگر. با آن سینه های بسیار بزرگش حیرت زده شدم. کادو با آن زن داده شد. دختر عموی من هیچگاه کادوی به من نداد از طرف پدرش. برادر میانی از برادر جوانترین پدر من بود. برعکس با مرگ پدرم این عمو مدرکی را به امضای مادر نابینایش رساند برای تصاحب کردن سهم ارث مادرش از دارایی پسرش. حتی انگشتر طلای پر از برلیان پدرم را عمو درخواست کرده بود. پدرم انگشتر دیگری داشت که آن هم مستطیل شکل بود و نگینی سیاه داشت به نام گالو. انگشتر برلیان به پسرش می رسد مادر ما به درخواست عمو اینطور پاسخ داده بود. ارثی که پدرم به جا نهاده است برای من این جمله است. برو آمریکا دخترم رو می فرستم پیشت پزشک بشه. 12-13 سال داشتم. در مسافرتی در تابستان به رشت و در خانه عمه مادرم به شیدا، زن جوانی از خانواده دیگری از اقوام مادرمان که راهی آمریکا بود
برای تحصیل پدرم آن جمله را خطاب به او گفت. آنچنان شوکه شدم وقتی مادرم زجه کنن به من گفت تمام چیزی که برام گذاشته همینه. و میز چرخ خیاطی از چوب بود که پدرم به نجاری سفارشش داده بود. برای ماشین خیاطی سنجق که بر روی آن نهاده می شد. در مسافرتی به ایران بود. با خودم گفتم فقط همین است که بود پدر من برای مادرم. پول. از ازل پدرم را نفرین می کرد. از او سوال کردم بیشتر از 25 سال پیش شوهر دومت برای چه کرد و مانند همیشه آتش از دهانش بیرون آمد. هرچه از دستش آمد انجام داد. پاسخ آن خانم بود. برادر مادر من 10 سال جوانتر از من است و در مورد اهانت بزرگش به من در تماس تلفنی که با برادرش داشتم در داستان زندگیم نوشته بودم. در حال صحبت بودم با برادرش که هزینه‌ای که خواهرش خرجش کرده است برای تحصیل و زندگی در فرانسه را به ما پس بدهد. و این برادر 10 سال جوانتر از من تلفن را از برادرش گرفت برای آن اهانت بزرگ به من. آن برادر مادر ما وقتی برادرش خدمت سربازیش را تمام کرد او را به فرانسه به خانه خودش برد و ازدواج کرده بود. و این برادر کوچک تحصیلش را در دانشگاه در فرانسه بعد از 2 سال موفقیت رها کرد. بایستی پره روز باشد در فایل آن روزها که بسته شده است برای باز کردن فایلی جدید نوشتم ماجرای قبول نکردن پیشنهاد مقاله هم برای سینقس و پاسخشان ایدئولوژیک است و 3 روز است که این متن خودنویس است و حقوق مرا به من هدیه می کند. تمامی گذرهایی که ممنوع شده بود برای گذر من از آنها در یک بار گذر، یک گستردگی، آینده، باز. آخرین نمونه داستان زندگیم در آخرین پاراگرافش شروعش به این صورت است. در دوره دکترا ثبت نام کردم برای جستجوی حقیقت زندگی و تنها زن عضو جوری دکترایم آن را در صورت جلسه آورده. این تجربه 2018 نشان می دهد که حقیقت زیر خاک نمی ماند. و ناشری که قرارداد انتشار نمونه اول داستان زندگیم را با او فسخ کردم پاسخ نداد به ارسال نمونه دوم داستان زندگیم. روله ظاهر شد و چند خط اضافه شد بعد از آخرین پاراگراف نمونه دوم داستان زندگیم. می توانم به زبان فلسفی ژیل دلوز تجربه عرفانیم را بیان کنم. برای ناشری فرستادمش و بایستی اواخر ماه دسامبر 2019 پاسخ می داد. منتها تصمیم بر آن شد نمونه آخر هرگز منتشر نشود و اینکه هر دو نمونه را به ناشری فرانسوی انسال خواهم کرد همراه متن حاضر به عنوان پیش این متن حاضر و اگر ناشر خواست می تواند 2 نمونه داستان زندگیم را منتشر کند همچنین. در یک فایل اخیراً نوشتم بیشتر از 1 ماه پیش که زمان تنفس است. از زمانی که 2 متد سفخولوژی در آتلیه دوره آموزشی آن تنفس و خواب من باز شدند. خواب را از دست داده بودم و در نمونه آخر داستان زندگیم نوشته شده بود دلیل آن. با زنی ایرانی که 30 سال داشت در تماس بودم. درخواست از او بود. دوستی بود در فیسبوک خود را تنها حس می کرد در فرانسه. جهنمی بود. از زمانی که کتاب های هانری کوربن را می خوانم از 2 ماه پیش کلمات در آن را در مورد تنفس استفاده می کنم. نفس رحمانی و یکی دیگر برای تایید وجود خداوند. همچنین دعای سهروردی برای تبای تام خودش، فرشته اش. که درخواست بالا بردن نور است و رهنمایی رهروان نور را یاری کردن. این روزها با خودم میگویم قطب روحانی من حرفای مرا دریافت میکند و به این دلیل است که دلوز به عنوان غله روله حضور پیدا کرد برای اینکه نوشتن این متن باز بشود. به صورت نابینا بنویسمش چون حروف خود به خود میرسند با تماس با سطح این متن. بیشتر نابینا شدم در 2020 که در ایامی در 2018 سمی الله لمن حمده. نوشتن را متوقف کرده بودم و این ایده رسید که من پاندو هستم. پرسوناژی در بازی تاروی مرسی. تیه دیدن که در نوامبر 2018 به وقوع پیوست. داخل بدنم را می دیدم به عنوان فضایی که دریچه‌ای ورود به آن را باز می کرد. هرچی بیشتر می نوشتم آنچه می دیدم
دریچه بیشتر به کنار می رفت و از ناحیه‌ای بود که گردن روی تن لولا می شود، چون سر نداشتم و از این محل لولایی داخل بدن را می دیدم. سمع الله لمن حمده یکی از اصطلاحاتی است که در کتاب های هانری کوربن نوشته شده است و از جمله های ذکر من بود. خدا می شنود کسی را که ستایش می کنم. در این متن خود به خود نوشته شد برای قدردانی از پروردگار. با خودم لحظه پیش تکرار کردم این اصطلاح را در حین بخور صورتم که متوقفش کرد باز هم برای نوشتن، که فهمیدم دلیل گریه کردن من چیست. بعد از گفتن بار اول است که چهره ام را میبینم، چون دو چشم من دو گذر شدن، یک جفت گذر. این کلمات آخر خود به خود رسیدن برای نوشته شدن. جفت ما بین است، ما خط تیره بین. من عرف نفسه فقط عرف ربه. سمع الله لمن حمده. در حالی که بخور صورتم با گربرگ های گل محمدی را متوقف کردم، برای نوشتن این گذر به یاد آوردم در حین بخور که انجام می دهم این اصطلاح دیگر در بالا در نوشته های کربن را تکرار کردم. خودت را بشناس برای شناخت خداوند. و اصطلاح اولی خدا می شنود نود کسی را که ستایش می کنم معنا دارد. عطاری هم که از سمسن خودم است گفته بود که بهترین چیز برای پوست صورت بخور است و مدتی گذاشتم تا تصمیم به انجامش بگیرم، چون بخور بروشینگ موهایم را از بین میبرد. منتها به دلیل رولکسان بودنش از ایام به بخور پیوستن تجربه نفسانیم در 2018 بیشتر انجامش میدهم. در حین بخور با خودم گفتم الان متوجه شدم جفت چشم من مبدل شدن به ما بین، چون چند شب پیش برای خواب دراز کشیده بودم و این سوال رسید آیا در روی سطح عالم می نویسم؟ و سپس تصویر قیف حضور پیدا کرد در حالتی بیداری. این است معنای معکوس، نابینا شدم. وقتی با خود گفتم اول بار است که چهره ام را می بینم، لحظه بعدی دانستم به این دلیل است که نابینا شدم. متوجه می شوم که اصطلاح به زمان لاتین مجهول شدن و اهمیت فعل ضمیردار در زمان فرانسه که در متنی به زبان فرانسه در مورد معنای ادا در بازی تاروی مرسی خوانده بودم این است: فاعل غایب می شود. به این دلیل است که استدلالی نیست آنچه می رسد، در روح و روی کاغذ می آید. و متن حاضر نمونه والای این غیبت استدلال است در فاعل، در من. و وقتی جستجو می کردم همان لحظات که تصویر قیف در من آمد کدام سطر را می خوانم، نوشتم در روی سطح عالم. سعی داشتم که وجودی معنایی که معکوس است و تصویر قیف در من آمد آن را به تنین انداخته بود را در مکانش شناسایی کنم. و در لحظات بخور صورتم پاسخ رسید. چشمهای من نابینا شدند، چون برگردان شدند. چشمهای من قیف شدند و دسته شیپور که فرشته در روی سر من گرفته در صحنه‌ای که می دیدم از بالاتر از سقف سالنی که در دانشگاه من دکترا را در سال 2001 دفاع کرده بودم. پس فرشته اعلام می کرد تو نابینا شدی و به عنوان نابینا آن صحنه را از بالاتر از سقف آن سالن در دانشگاه من دیدم. چون نابینا شده بودم و در 2018 آن را نمی دانستم. بایستی 2019-2020 فرا می رسید. آنچه در من حضور پیدا کرد در حالی که خطوط آخر پاراگراف بالا را می نوشتم را بایستی بنویسم. در مورد عدالت در نامه‌ای که در آن نوشتم خدا می گوید باش. پیام برادرم به من در سال 96 که بفهمم چرا جمله آن فرد نابینا که نویسنده شده است در من به تنین افتاد و بدنم به لرزه در آمد. این فرد نابینا یک پدر روحانی است که نابینا می شود ناگهان و در مستندی که از ماهواره‌ای در ایران پخش می شد در آن لحظه این مستند را می دیدم. گفت در آخر روز ایده ها به هم گره می خورند. متنی در این مورد در فیسبوک نوشتم و تنها یک نفر از دوستان که نویسنده است و در خارج از ایران زندگی می کند آن را خوانده بود. در رابطه با همین واقعه که روزهای قبلی 13 نوامبر 2018 در من به وقوع پیوسته بود و
و از جمله در متن تشکری که برای فردی می نوشتم که جملاتش جزء این جملات بود که به هم گره می خوردند. این مطلب را نوشتم. گره خوردن جملاتش با جملات اقوانو. نوشته بودم در این پیام برای آن فرد که ایماژینر عمق ندارد. عمق آن بیشکل است و اینها نکاتی است که کاستوریادیس نوشته است. و کتابش با عنوان غیر قابل فهم برای کافران روی سر ما دانشجوهای سال 5 توسط اقوانو کوبیده می شد. کاستوریادیس روانکاو است و این نام مستعارش می باشد. با اثر گرفتن بخور و صورتم یادم آمد نامه ای که نمی دانم تعداد صفحاتش چیست و هم مهم است ببینم چند صفحه است، به دلیل عددش، به دلیل این که به عدالت ربط دارد. نوشتم در بازگشت به ایران در اواخر 2015 مدت زیادی نیست به یاد آوردم برادرم در باغش به من گفت خدا میگه باش. و اضافه کردم یک تجربه نفسانی داشتم در 2018 و با خودم گفتم پس از آن که پیام برادرم پیام خدا بوده برای من از دهان برادرم. این دادیار در ایران پرونده شکایت مرا بسته بود بدون احضار شاهد. مالک آپارتمان بالایی که در آن زندگی نمی کند و محل گذر است لوله توالت را تعمیر نکرده است از سالها پیش، مدیر مجتمع به من گفت. در همان سال 2018 سه ماه بعد از بسته شدن پرونده شکایتم یک زوج مستأجر آپارتمان مجاور من شد. بی بضاعت و نوزادی داشتم و یک دختر 7 ساله و قد و قواره بچه 4 ساله را داشت. نوزاد تمام روز و شب گریه می کرد و من با کیبورد در حال نوشتن محتوای تجربه نفسانیم بودم که 13 نوامبر شروع شده بود. یک روز از خانه خارج می شدم، زن جوان از در بیرون آمد، با سیاهی های زیر چشم و خستگی از سر و رویش می بارید و عذرخواهی کرد برای مزاحمت به دلیل گریه های نوزاد. برای پایین آوردن استرس این زن به او پاسخ دادم اشکالی ندارد. نزد از عطاری آن ایامم رفتم و دمنوش های مختلفی برای هدیه به این خانم خریداری کردم.